این چه نوع فداکاریه، این چه عشقی به آزادیه. برای هیچ کس باور کردنی نیست، در هیچ وقت جهان، در هیچ زمانی از تاریخ مبارزات مردم چنین چیزی سابقه نداشته. سخایی قبل از هر چیز یک انسان بسیار شریف، وارسته و بسیار متواضع و دوست داشتنی بود و انسانها رو دوست داشت. زنده یاد همیشه ماندنی در تاریخ موسیقی ایران آقای منوچهر سخایی، یکی از بزرگانی بودند که من افتخار اینو داشتم که در کنارشون خدمت به مردم ایران و مقاومت ایران میکنه. انسان در مقابل اقیانوس میسته و فکر میکنه که اقیانوس رو میبینه، اما آیا اقیانوس یا دریا دیده میشه؟ زنده یاد منوچهر سخایی، هنرمند نامدار میهنمون، انسانی بسیار دوست داشتنی بود، هنرمندی فرهیخته با ابعاد گوناگون هنری، از خوانندگی تا هنرپیشگی، نویسندگی، خبرنگاری، ترانه‌سرایی و حتی نوازندگی ساز سنتی ایران، سه‌تار. آشنایی من از بچگی با سخایی بود، یعنی آهنگاش رو می‌شنیدم و زمزمه می‌کردم و خیلی از اونها رو دوست داشتم یا حفظ بودم. یادم آهنگایی مثل کلاخا، عروس، پاییز، بابا رو بوس کن یا مرا ببوس و خیلی از ترانه‌های دیگرش. و هر حال نسل ما با اون بزرگ شد. اولین دیدار من در ساختمان میدان ارک تهران، در محلی که استودیو 16 بهش میگفتن اگر اشتباه نکنم، در اونجا من با ایشون ملاقات داشتم، ضمن اینکه نوازندگی در ارکستر من میکردم. از کودکی ما با آثار منوچهر سخایی آشنا بودیم، میشنیدیم و به هر حال همیشه نامش مطرح بود. هرگه نمی کنیم زنده یاد سخایی در خانواده نشون ما کرده بود که عاشقان آزادی ایران بودند و ما میدونیم که برادر بزرگترش شهید راه وطن سرگرد محمود سخایی که از یاران دکتر مصدق و در واقع محافظ شخصی ایشان بوده است، که در جریان کودتای ننگین 28 مرداد تا پای جان در مقابل کودتاگران ایستاد و در این راه جان داد. در چنین فضایی منوچهر در جوانی سودای آزادی میهن، سودای دموکراسی و حقوق بشر در سر می‌پرورانید. من چند بار زندگی سرگرد محمود سخایی رو خوندم و بعد موقع صحبت با سخایی فهمیدم که چه عمق عاطفی و از نظر ایده فکر، یعنی آزادی خواهی، ملی گرایی، ما بین سرگرد محمود سخایی و منوچهر وجود داره. چرا نمیرسد دگر به گوش او صدای من؟
منوچهر سخایی از نقطه نظر هنری کارش کاملا قابل تعمق هست، به دلیل اینکه برخلاف اکثر خوانندگان روز اون زمان که آهنگ‌های به اصطلاح بعضیاش مثلا اقتباسی از آهنگ‌های غربی یا عربی یا ترکی و یا غیره بودند، بیشتر روی موسیقی سنتی، یعنی روح موسیقی سنتی و همینطور تم موسیقی مناطق بومی ایران و آنچه که موسیقی فولکلوریک نامیده میشه رو در کارهاش جاری میکرد. آقای سخایی ضمن این که یک هنرمند بود، در اصل یک آدم سیاسی هم بود و سعی میکرد با بینش خاص خودش آثاری که میخواد انتخاب کنه رو انتخاب کنه و سعی میکرد جدا از دیگران که کار انتخاب میکنن خودش بیشتر اندیشه اینو داشته باشه که چه کاری رو باید اجرا بکنه و در چه حال و هوایی. خب ایشون ردیف موسیقی رو کار کرده بود، دستگاه ایرانی رو خوب میشناخت و خیلی عجیبه که شما، من در مقالاتی هم که در این رابطه نوشتم تأکید کردم که حتی خوانندگان نامدار ایران اشاره کردن که حتی یکیشون بزرگترین خواننده معاصر که اشاره کرده که من ابو عطایی رو که در اون زمان که معلم دانشسرا بودم از آقای سخایی شنیدم هیچ وقت فراموش نمی کنم و این ابو عطا رو من رفتم و یاد گرفتم و حفظ کردم و همیشه استفاده کردم و من مرهون سخایی هستم. سخایی که کارهای روز میکرد ولی آنچنان نسبت به موسیقی اصیل ایرانی علاقه من بود که تا این حد جلو رفته بود و با استادان بزرگی مثل پرویز یاحقی، بدیعی، جلیل شهناز، فرهنگ شریف، فریدون حافظی تجویدی کار کرده بود و بیش از همه با زنده یاد خداوندگار قلمرو ستار احمد عبادی و از ایشون هم دستخطی داشت و ستاری هدیه شده بود. بعد از قائله خمینی که طبعا همه هنرمندان مملکتمون رو و ریشه و استقصد هنر و فرهنگ ایران رو نشانه رفته بود و بران شده بود خمینی که همه چی نابود بکنه، طبعا این طوفان مهیب زندگی هنری رو هم دستخوش خسارات زیادی قرار داد. منوچهر طبعا نمیتونست با عرازل ضد فرهنگ به هنر کش کنار بیاد و با اونو همکاری بکنه. چند سالی در ایران بود، سکوت کرد و بعدش هم به دلیل فشارهای زیاد ایران رو ترک کرد و جلای وطن کرد و به خارج اومد. من اول که من از اونجا آمدم، اول من خانوادم رو فرستادم به امریکا و بعد از یک سال بعدش کارهای خودم رو جمع جور کردم و اینها در حدی که میشد و خودم هم آمدم. اولین دیدارمون در خارج از کشور در کنسرت همبستگی ملی مردم ایران بود که با شکل گرفتن اون تمام هنرمندان ایران هلوش این همبستگی گرده هم اومدن که من در اونجا با آقای سخایی باز دیدار داشتم. به طور خاص خود خانم رجبی علاقه من بودن که هنرمندان متعهد و آزاده و معترض به این رژیم، به این جبهه بپیوندند و واقعا راه را هم باز کردند و خوشبختانه این فراخوان ایشون خوش بر دل هنرمندان شریف و آزاده و انسانی نشست که جویای آزادی میهن بودند. منوچهر در زمره اولین هنرمندانی بود
که به این ندا پاسخ مثبت داد. همونطور که عرض کردم، در همون زمانی که ایشون به مقاومت ایران پاسخ مثبت داده بودند و قرار بود بیان و در برنامه کنسرت همبستگی شرکت کنند، ایشون برای انجام یک کار وارد بلژیک شده بودند و من هم در اونجا بودم. به اتفاق هم دو نفری به پاریس اومدیم و من رانندگی میکردم و آقای سخایی هم کنار من نشسته بودند و یه مقدار خب اولش با خوش و بش و خوش آمد و خلاصه همین با ابراز علایق به کارهاشون و شخصیت خودشون و غیر و ذالک، اما آقای سخایی بلافاصله بحث رو عوض کردن و گفتن که من دارم وارد یک داستان جدی میشم و من اینجوری میگفتن که من یک ژورنالیستم هستم. سخایی انسانی بود که بسیار آگاه و مطلع بود و یکی از خصلتش این بود که زود تصمیم نمیگرفت و خیلی به اصطلاح مو را از ماس میکشید، اما وقتی تصمیم میگرفت تا آخرش میرفت و مثل بعضی ها به اصطلاح دمدمی نبود که با یک قوره سردی و با یک کشمش گرمیشون بشه. اون ضمناً برای کرسی نشوندن حرفش حرف نمیزد، بلکه برای فهمیدن که آخه موضوع چیه. بعد توضیح میداد، میگفت که من مطالعات زیادی کردم در رابطه با مقاومت و اینها، اما این شانس رو نداشتم که از نزدیک با این دوستان، با این رزمندگان، با این پاکبازان آشنا بشم. به هر حال در این 3-4 ساعتی که با هم بودیم اینقدر سوالات مختلف داشتم، میپرسیدم با عشق و علاقه و من برام خیلی جالب بود. به هر حال یکی دو بار ما در طول راه که می اومدیم در این بحثا یادشون بخیر راه رو اشتباه می رفتیم، دوباره بر می گشتیم از یه شهر دیگه که این مسافت 3 ساعته تبدیل شد به 7-8 ساعت که دوستان همه نگران شدن که چی شد. سفر باید کرد از این دریای طوفانی، گذر باید کرد. سفر باید کرد از این دریای طوفانی، گذر باید کرد. از این شب تا به صبح روشن و خوب اهورایی. موقعی که سرگرم تهیه اثر جاودانی و یادماندنی حقوق بشر بودیم که شعرش از آقای ایرج فاطمی هست و این کار، این اثر موجیش خود آقای سخایی بودند، در استودیو که داشتیم کار میکردیم، البته قبلش تمرینای مختلفی داشتیم با آقای سخایی و تو تمرینا ایشون اذعان میکرد که فلانی ممکنه من نتونم اون نوت آخری که خیلی بلنده رو اجرا کنم، اگر نتونم اجرا بکنم چی میشه؟ گفتم به هر حال شما سعی کنین اجرا کنین و میشه، میتونین و باید اینو اجرا کنین. بعد به همین هوا رفتیم در استودیو ضبط داشتیم و موقعی که به این نوت، به اون نوت خاص رسیدیشون،
با تمام قدرت فریاد زد و اون نوتو اجرا کرد. وقتی اجرا کرد خودش باورش نمیشد، وای من اصلا باورم نمیشه این نوتو خوندم. خیلی با دست تشویق کردیم همون که در استودیو بودیم، تشویقش کردیم، خودش هم برای خودش کف میداد، خدا رحمتش کنه. و موقعی که این کار رو انجام داد گفت یادت نره من همون کسی هستم که آهنگ کلاغ‌ها رو اجرا کردم، الان این اثر حقوق بشر رو اجرا دارم میکنم و برام باعث افتخار. خود آقای سخایی تعجب میکرد، میگفتش که من از زمانی که پیوستم صدام اصلا یک صدای دیگری شده و واقعا همینطور شده. شما اگر اون آهنگ حقوق بشر رو که آقای شمس براشون ساختن گوش کنید میبینید که صدای سخایی چند پرده بالاتر رفته، گاهی وقتا اصلا یک صدای تنور پیدا میکنه، خیلی عجیبه. بذارید خاطره ای رو براتون بگم که ما از شورا از اروپا و آمریکا خلاصه جمع شده بودیم، اومده بودیم عمان و همه در یک اتوبوسی به طرف بغداد حرکت میکردیم برای نشست شورا با حضور مسئول شورا آقای رجوی. من هم وسط راه دوربینم رو در آوردم و یه سری عکس و فیلم و این چیزا میگرفتم که یکی از دوستان به من اومد گفت که لطفاً از آقای سخایی عکس نگیر. من تعجب کردم و گفتم خب آقای سخایی یه جایی نشسته نمیشه عکسشو نگرفت. خلاصه رفتم و کنار ایشون نشستم و باشون صحبت کردم. متوجه شدم که آقای سخایی مثل ما به اصطلاح اونطوری احساس نزدیکی با مجاهدی نمی کنه. و میگفت من یادم به اصطلاح خبرنگاری هستم و بیشتر میخوام از روی این که ببینم مجاهدین یا شورای ملی مقاومت چطوری برنامه‌شون رو اجرا میکنن. باستی توضیح بدم که همطور که گفتم آقای سخایی خودشون خبرنگار پارلمانی روزنامه کیهان در دوران گذشته بودند، یعنی اصلا سر و کارشون در کنار کار هنری که میکردن حرفشون خبرنگاری بود، اونم در پارلمان، یعنی با این مسائل آشنا بودن. خیلی خیلی خوب ما رفتیم در جلسه نشستیم، من متوجه شدم آقای رجوی دنبال آقای سخایی هست و گفت بعد پرسید آقای سخایی کجاست. از آقای سخایی دعوت کردن و آقای سخایی رو خواستن که بیان در کنارشون، در کنار مسئول شورا بنشینند و به عنوان یک ناظر اونچه رو که در درون این شورا میگذره و حتی به عنوان یک خبرنگار ببینند و قضاوت کنند. و از آقای رضایی خواست که جاشون رو به آقای سخایی بده. بعد نشستن و خلاصه بعد قبل از اینکه به برنامه شروع برسن از سرگرد محمود سخایی یار وفادار مصدق حرف زدند و بسیار اطلاعات به اعضای شروع دادند و بعدم جلسه شروع رفت و ما بعد از نمیدونم دو سه ساعت استراحت داشتیم، آنتراک داشتیم که من یهو دیدم که آقای سخایی رفت و مسعود رو در آغوش کشید و چشمش پر اشک بود. با اون قامت بلندی که داشت کاملا برادر رو در آغوش گرفت و میفشرد و میبوسید. خلاصه بهش نزدیک شدم و گفتم که آقای سخایی چی شد؟ با حالت بغض در گلو و گریه به من گفت من گمگشته خودم رو پیدا کردم و اشک از چشماش لغزان شد و گفت
این مرد گمگشته مردم تشنه به آزادی ایران هست. وقتی که باشی اما فاتح رو زمینم، هر سفر ماه میشم ستاره رو میچینم، سوار بال آفتاب تو آسمون میتازم، رو بال موج دریا قصر صدف میسازم. ضمناً بگم که این نکته رو نه تنها آقای سخایی بلکه همه هنرمندایی که متاسفانه از میان ما رفتند ولی جاودانه هستند، افکارشون هست، با دیدن مسعود دگرگون می شدن. حتی اگه از قبلم دوستش داشتن باز هم بیشتر بهش عشق می ورزیدن. من با شادروان عماد رام مدت ها هم سفر بودم، ما بین آلمان و فرانسه، و همیشه یکی از حرفایی که خیلی دوست داشت بگه در مورد مسعود بود و بزرگ مردی این انسان والا خانم مرزی که همه میدونن که عاشق مسعود بود و در آخرین نفسهاش با خانم رجوی در مورد فرمانده صحبت میکرد. شادروان اندرانی که عاشقانه مسعود رو دوست داشت، و استاد آلیبندی که واقعا مسعود تکی از وجودش بود و حاضر بود هر ناملایمتی رو قبول بکنه، توی سرما و گرما توی تظاهرات مختلف شرکت بکنه، آثار مختلفی خلق بکنه به خاطر شیفته بودن به مسعود. خلاصه میشم تو آینه ی نجابت، برای با تو بودن قفص برام یه دنیا، هر جا تو باشی اونجا قلب منم همونجا، قلب منم همونجا، قلب منم همونجا. به قول آقای سخایی یادشون بخیر، میگفتن من اصلا چنین انتظار و چنین چیزی در مخیلم نمی گنجید که این ارتش آزادی که شما صحبت میکنید یک چنین عظمت و یک چنین ابعادی داشته باشه از نقطه نظر مناسبات، روابط، قدرت و اون چیزی که اون میدید. اونها سمبول و کاکل مبارزات مردم ما هستن و اونها رو باید دوست داشته باشیم و باید از اونها حمایت بکنیم و باید راه اونها رو تا میتونیم دنبال بکنیم برای رسیدن به سعادت ملت ایران، البته و فقط به خاطر آزادی و استقلال و مردم سالاری در کشور عزیزم. و مشاهداتی که خود آقای سخایی میکرد براش خیلی جالب بود و به من میگفت چقدر اینا خوب با هم روابط خوبی دارن و هم بسیار بسیار خوب برنامه ریزی میکنن توی این روابط، و براش مهم بود که چجوریه که اینا با سخت‌ترین کارهایی که انجام میدن هیچ روی ناخوشی ندارن و همجور لبخند بر لب هستن و کارشون رو به بهترین وجه انجام میدن. با بچه های مجاهدین در جاهای مختلف می نشست صحبت میکرد و هر کدوم از اینها رو که دفترش خاطراتشون رو باز میکردن و توضیحاتی میدادند و از اون چی که براشون گذشته بود برای آقای سخایی میگفتند، سخایی زار زار میگریست و هم به قول خودش گریه بود از سر درد و از سر شوق که با چه انسان‌هایی آشنا شده و اینها
بزرگترین گنجینه آزادی مردم ایران هستند. وقتی ما رفتیم برای دیدار رزمندگان و اون موج عظیم ارتش آزادی بخش رو در اونجا دیدیم، من یاد یک بیت شعر محلی افتادم که با یه تغییر کوچیک اونو براتون میخونم. اونجا هم برای اونها خوندم. سر کتل پایین کتل، بذاریم با آواز بخونه. سر کتل پایین کتل، سر کتل پایین کتل، لشکر سواره لشکر سواره، آی آی مسعود جان، دوربین بنداز دوربین بنداز، بین صد هزاره بین صد هزاره. این بود که آقای سخایی بسیار جذب شده بود، بسیار براش مهم بود که این تشکیلات، این سازماندهی در حدی است که میتونه امید آینده مردم ایران باشه. برای ایشون این برخورد، این سطح از مناسبات در درون شورا، مناسبات کاملا دموکراتیک، گفت من واقعا چنین چیزی هرگز نمیتونستم تصور بکنم. این عالی ترین دستاورد سیاسی مردم ایران در طول 100 سال گذشته در مبارزهشون برای کسب آزادی. شورای ملی مقاومت در حقیقت ادامه دهنده راه مصدق هست و این بسیار اهمیت داره، برای اینکه در تمام مصوبات این شورا هم اون آرمان ها منعکس شده. خصم زحاک زمان رو به شهیدان شمایی، بابه با سیاوش و میرزا کوچک خان شمایی، خون ستار و مصدق تو رگاتون جاریست، وارث مسلم و لیس و سرداران شمایی. یک بار آقای سخایی به من زنگ زد و گفت بیا با هم مصاحبه بکنیم. گفتم من الان مسافرت هستم و چشم هر وقت که اومدم میام و امکانات تکنیکیشم فراهم میکنم، چون در اون زمان من یکی از مشکلاتم همین بود که نور نداشتم، میکروفون خوب نداشتم و خیلی چیزای دیگه، و خب در هر صورت این به دلیل مشکلات ای به عقب میافتاد. بعد گفت که ممکنه دیگه مصاحبه در کار نباشه. من ناگهان خیلی شوکه شدم و گفتم چی میگید آقای سخایی؟ گفت میدونی که آزمایشات من چی بود و اینها؟ گفتم در جریانش هستم، ولی موضوع چیه؟ گفت من باید هر چی زودتر یه عمل جراحی بکنم، یه قده سرطانی دارم که باید زود برداشته بشه چون در حال رشد خیلی سرعت دار، و ما تونستیم خوشبختانه وقت بگیریم و پس فردا من عمل جراحی دارم. من نمیدونستم چی بگم. گفتم چشم، من همه الان همه کار هست ول میکنم و میام پیشتون. و خوشبختانه رفتم، با کمک دوستان آقای جورک به هم نور داد و میکروفون داد و خلاصه رفتم به سرعت پیش ایشون و 12 ساعت قبل از عمل جراحیشون اون مصاحبه انجام دادم، که البته از اولش خیلی شوخ و خیلی خونسرد با مسئله خلاصه بود و نبود و مرگ خیلی خونسرد و خیلی به اصطلاح بی ترس برخورد میکرد. خلاصه ما مصاحبه رو انجام دادیم، آخر مصاحبه بلند شد، قبل از اینکه هنوز من وسایل رو بتونم جمع بکنم از خونش برم، رفت بیمارستان و گفت به من در رو ببند و
تو آخرین لحظه قبل از رفتن به بیمارستان به من گفت این یه نوع وصیت بود، من باید این کار رو انجام میدادم. چه صد سالی که هیچ روز کم نباشه، همیشه شادی هیچ غم نباشه. خوشحالم از این که در شورای عضویت دارم که شما و امثال شما در اونجا عضو هستید و افراد بسیار با شخصیت و دوست داشتنی که تمام وقت زندگی خودشون رو وقف مبارزه با این رژیم خونخوار کردن. این هم از افتخارات من هست که من هم در کنار شما عزیزان هستم. و اون گفتگو رو ما انجام دادیم و بعدش اون عمل جراحی صورت گرفت که عرض کنم مربوط میشد به یک به اصطلاح تومور سرطانی که در قسمت مری وجود داشت که جراحی شد و جراحی بسیار مشکل و طولانی بود و خیلی منو ضعیف کرد البته، و با موفقیت اون کار انجام گرفت. ولی من در برابرش ایستادم و با گرفتن نیرو از عزیزانمون در مقاومت ایران و این فداکاری ها و از جون گذشتگی هایی که من میبینم، واقعا اینها به من نیرو میده و ناراحتی منو در برابر اونها بسیار ناچیز میکنه. سخایی یه آزادی خواه، یه آدم بی نظیری بود، یادم ما بین جراحی و فوت ایشون یه سری اتفاقات افتاد که خیلی مهمه که آدم بدونه در مورد سخایی. سخایی همیشه دلش میخواست بیاد باز توی جلسات شورا اجلاس میاندوره‌ای شرکت بکنه که هر 6 ماه یک دفعه بود. و خب دکترها بهش میگفتن پرواز برای تو بسیار خطرناکه، و اونم پیامشو به من میداد و منم میمدم توی جلسات شورا به میخوندم. و خلاصه توی این خداحافظی ها به من میگفت که خیلی حسرتتو میخورم که میری توی جلسه شورا و خانم رجوی رو میبینی، و خلاصه جای منو خالی بکن و به تک تک رفقای شورایی و خواهر و برادرای مجاهد سلام منو برسون. و خلاصه خیلی ارادت خودش رو نشون میداد و واقعا من یک حسرتی در دل میدیدم. یه دفعه که دکترها بهش گفته بودن که خب پرواز به معنی مرگه، گفته بود که خب در این راه چه اشکالی داره، خب منم میرم و میمیرم، بالاخره همه میمیرن منم میمیرم. بعد خلاصه با اصرار از دکترها خلاصه خواسته بود که بره. دکترها مخالفت کرده بودن ولی گفته بود که من اون ریسکاش رو میپذیرم. و ما آخرین سفر رو با آقای سخایی داشتیم و من یادمه که در فرودگاه من چند تا عکس از آقای سخایی و یادش بخیر شاد روان اندرانیک گرفتم. همه قایق سواران میان موج و طوفان، همه پارو زنان پارو زنان در جنگ با دریا و طوفانی. چندین بار تلفنی با ایشون صحبت کردم در زمان بیماریشون، قبل از اینکه به پاریس تشریف بیارن برای اجرای برنامه کهکشان. ایشون مرتب میگفت من وقتی با بچه ها صحبت میکنم رویم چندین برابر میشه، بنابراین نگران من نباش، من هستم، موندم و ادامه میدم برای مبارزه. و من واقعا در دل خودم خیلی تحسینش میکردم. چراغ همت افروزی
چراغ همت افروزی که جز این راه راهی نیست. در حالی که تنش رنجور بود و دردمند از بیماری جانکاهی که بهش مبتلا شده بود، بر روی سن آمد در جلسه بزرگ سالانه مقاومت ایران در پاریس، با اون حال از مقاومت ایران، از رهبری مقاومت، از خانم مریم رجوی و از رزمندگان پاک باز مجاهد اشرفی که در اون شرایط سخت در اشرف به سر می بردن حمایت کرد. همین خواهران و برادران دور و دیر نیست که دست در دست هموطنانشون در داخل خاک وطن، اون وطن ویران شده رو تبدیل به زیباترین وطن خواهند کرد. برنامه توفیقی برنامه‌ای بود که برخلاف برنامه‌های ویلپند سربسته نبود، بلکه توی محیط باز بود و توی تابستون پاریس و خیلی گرم بود اون روز، که برای آدم‌های سالم هم حتی خیلی سخت بود. آقای سخایی اومد و من ایشون رو با ویلچر به کمک یکی از دوستان داشتیم میبردیم که ایشون باید از جلوی صحنه رد میشدند، یعنی موج جمعیت، و بعد به محل که برای اعضای شورا یا دیگر دوستان گذاشته بودند برن بشینن. یه راه خیلی طولانی بود، شاید مثلا حدود 120 متر راه بود که پر جمعیت بود، که ایشون قبل از وارد شدن به این محیط به من گفتن که من نمیخوام روی صندلی چرخدار بنشینم، بلکه میخوام بایستم. بعد خلاصه ما ایستادیم و داشتیم میرفتیم، وقتی جمعیت آقای سخایی رو دید همه فریاد میزدن با واقعا خیلی صدای بلند: منوچهر دوست داریم، منوچهر دوست داریم. من همینطور که داشت آقای سخایی میرفت چون ضعف داشت، دیدم اصلا قدرت بیشتری گرفت، یعنی جمعیت در حقیقت قدرت عظیمی به ایشون داد و خودشون هم گفتن که اینطور آدم زنده میشه و این بهتر از هر دارویی که مردم ارزش آدم رو بدونن و به هر حال اینطوری بگن. خلاصه اونم با دست تکون میداد و با بوسه میفرستد برای جمعیت و خلاصه به اون محل رسیدند. من به او گفتم که این تعجبی نداره، برای اینکه خواهران و برادرانی که با دستای خودشون ظرف زمان کوتاهی این زمین خالی رو تبدیل به این استادیوم زیبا و بزرگ و باشکوه کردند، در حقیقت خواهران و برادران همون کسانی هستند که بیابان در بیابان، خشکی و خشکی رو تبدیل به شهر زیبای اشرف کردن. بعدش هم رفتند روی صحنه و اون دکلمه تیر زدی تبر زدی رو خوندند که واقعا خیلی برای من خاطر انگیزه. هرچه تبر زدی به من زخم نشد، جوانه شد. بغض ودا با شهید آه نشد، ترانه شد. خون یلان اشرفی در رگ غیرت وطن از خم کوچه ها گذشت، سیل شد و روان شد. اما بعد از این سفر و برگشته ایشون متاسفانه ما خانم مرضیه رو از دست دادیم و خب ما بین آقای سخایی و خانم مرضیه هم یک رابطه بسیار خوبی بود و خیلی همدیگر رو دوست داشتند. یادم نره که توی این برنامه خانم مرضیه بزرگ داشته، خانم مرضیه به مناسبت وفاتشون
آقای سخایی سخنرانی کرد، یه سخنرانی خیلی خوب، یه سخنرانی که من تا به حال در مورد هنر و فرهنگ و ارزشی که شاهان و شیخان برای هنر داشتند و ارزشی که مقاومت برای هنرمند داره صحبت کرد، که واقعا من یکی از بهترین سخنرانی هاست که من در مورد تاریخ هنر، فرهنگ و ارزش هنرمند و هنرمند چیه برای چیه شنیدم. ارج و احترام به مرضیه و هنرمندان مردمی، از اهل موسیقی گرفته تا شاعر و نقاش و پیکرتراش و فیلمساز و امثال آنها، در میان یک تشکل سیاسی مردمگرا و هنرشناس این چنان رخ می نماید و به عنوان نمونه و الگوی کم نظیر و شاید بی نظیر از نحوه برخورد شایسته و در شأن هنر و هنرمند، از همکنون برای ایران آینده، برای ایران آزاد آینده نوید دولت عشق می دهد. سخایی توی اون سخنرانی دریافت کرد که داره با مردم خداحافظی میکنه. خودتون هم میدونید که چقدر شما ها رو دوست دارم، برای اینکه زیباترین احساسات انسانی رو در این سالهایی که با شما بودم درک کردم. آخرین مصاحبه ایشون قبل از پایان زندگی پر افتخارش مبین همه علایق، وابستگی های معنوی، روحی، سیاسی، مبارزاتیش به این مقاومت و تعهدش برای مبارزه تا آخر این کار رو کرد و تا آخر هم ایستاد، علی‌رغم همه فشارهایی که بهش وارد می شد از طریق آن ناجوان مردانی که در آن دیار بودند و مزدوران رژیم و غیر و زالک. من بسیار سربلند هستم، خودم و خانواده‌ام هممون سربلند هستیم از اینکه در کنار چنین مقاومتی هستیم. و این مقاومتم سربلنده که هنرمندی مثل شما رو در کنار خودش داره. تشکر میکنم. ولی شکوه عظمت این مقاومت انقدر زیاده که امثال ما در کنارش به حساب نمیاییم. ولی با وجود این عرض میکنم که قابل تصور نیست. هیچ وقت چنین مبارزاتی، چنین مبارزه ای و من مسابقه دوم انجام دادم که ازش پرسیدم که وقتی مردم فریاد می زدند منو چرا دوست داریم، در این حال غم و اندوهی که داشتند در مورد مرضیه، دلشون میخواست هر کاری بکنن که شما را نگه دارند. و خودشم گفت کاملا من این احساس رو کردم و خب به هر حال ما هم دوست داریم که برای مردمون تا وقتی هستیم باشیم و ما هم اونها رو دوست داریم. تنها اونها نیستند که ما رو دوست دارن، بلکه ما هم به اونها عشق ورزیم. سفر باید، سفر باید کرد، از این دریای طوفانی گذر باید کرد. سفر باید، سفر باید،
سفر باید کرد، از این دریای طوفانی گذر باید کرد، از این شب تا به صبح روشن و خوب اهورایی سفر باید، سفر باید، سفر باید کرد، سفر باید، سفر باید، سفر باید کرد. همه قایق سوارانی، همه قایق سواران، میان موج و طوفانی، همه پارو زنان، پارو زنان، در جنگ با دریا و طوفانی. در این تاریکی دریا، در این اندوه جان فرسا، چراغ همت افروزی، چراغ همت افروزی، که جز این راه راهی نیست. چو این شب بگذرد دیگر ز طوفان ها نشان، همه قایق سوارانی، همه قایق سواران، میان موج و طوفانی، همه پارو زنان، پارو زنان، در جنگ با دریا و طوفانی. سرود عشق باید خواند به سوی ساحل خورشید و صبح روشن و آرام باید، برای سر برآوردن از این تاریکی و امواج بی پروا. خطر باید، خطر باید، خطر باید کرد، از این شب تا به صبح روشن و خوب اهورایی سفر باید کرد. تمام ابر و باران شکوفه در بهاران، خبر باید، خبر باید، خبر باید کرد، که ما از شب گذر کردیم، خطر کردیم، خطر کردیم، به امید شما و دیدن آن خانه زیبا. ز دریا، ز طوفان ها، به هر دستی گرفته مشعلی روشن، از این فصل پریشانی گذر کرد.